دار بود هستیم برباد رفت اما نرفت، عاشقی ها از دلم، دیوانگی ها از سرم. از ادب دارم خدمت شما همیانان عزیز ارجمندم. مدت هاست که برنامه ای داریم تحت عنوان چهره خانی، باید بیریم در قلباب بکنیم، بیریم خدمت آقای دکتر اسماعیل نوریالا و خاطرات دکتر نوریالا رو گوش بکنیم، از مجموعه شخصیت هایی که به شکلی در شکل دادن به فرهنگ و ادب معاصر ایران نقشی داشتن، تو هنر ایران. آقای امیر درخشان عزیز برنامه رو هدایت میکنه، اجازه بدید که خط ارتباط رو برقرار کنیم، عرض ادب بکنیم خدمت دوست ادیب و نازنین آقای دکتر اسماعیل نوریالا. پیام درود بر شما. سلام میکنم خدمت شما، بینندگان گرامی برنامه تون و امیر عزیز. حال شما خوبه؟ خوبم، جای شکایتی نیست. آقای دکتر، اول به من بگید که این محل جایی که نشستید رو یک تشریح کنید، کجاست، در کجای منزل قرار داره، دفتر کارتونه؟ بله، عرض کنم که اینجا یک ساختمونیه که یک طبقه بالا داره، اینجا زیرزمینشه. یکی از یک گوشه از این زیرزمین رو بنده به عنوان اتاق کارم انتخاب کردم و روزگار رو اینجا میگذرونم. منظره بیرون چی میبینید؟ کوه و در و دشت؟ بله، نه کوه نمیبینم، کوه در قسمت غرب عرض کنم دنور، این در این اتاق بنده رو به شمال دنور باز میشه و روبروی خانه ما یک پارک تقریبا بزرگی هستش که الان دیگه بهار درش منفجر شده و انواع رنگ‌های سبز رو میشه مشاهده کرد. ولی جای یک چیز خالیه، دماوند. آدم دریچه رو باز کنه، دماوند. اتفاقا در همین غرب که چیز دنور که سلسله کوههای راکیز هستش که از کانادا شروع میشه و میاد تا عرض کنم که کنار دریا در کالیفرنیا. بله. اون منطقه اصلی راکیز در همین کلرادو ما هست و قله‌ای داره به نام قله ایونز که از هر کجای شهر که شما به طرف غرب نگاه بکنید این قله رو میبینید، خیلی شبیه دماوند، اکثر اوقات هم برف نشسته روش. و من گاهی وقتا که به طرف غرب مثلا رانندگی میکنم و این کوه ایونز رو بروی منه، زیر لبم میگم که ای کوه ایونز ای دماوند. آخه دماوند هم میشه تور عروسی رو سرش بود. آقای دکتر نوریالای عزیز، به خاطرتون باشه بار گذشته رسیدیم به آقای غلام حسین زاکری. بله. و ما سراپا گوشی. من در واقع بهانه ای هستش سخن گفتن از آقای زنده‌یاد غلام حسین زاکری که من یک گوشه ای از زندگیمو که فکر میکنم که جالب باشه برای بینندگانمون شرح بدم و نشون بدم که چه به چه اعجابی وجود یک نفر در زندگی آدم میتونه تمام سرنوشت آدم رو عوض بکنه. و این شخص برای من همین غلام حسین زاکری هست. و توضیح میدم که چگونه زندگی من رو عرض کنم که او عوض کرد و به راهی انداخت که تا به امروز برش حرکت میکنم. جالبه، بنابراین آدم خیلی مهمیه تو زندگی شما. توی زندگی من به خاطر کاری که برام کرد عرض کنم که خیلی مهمه، به همین دلیل میخوام که داستان که از زندگی رو برای شما بگم. ممنون میشیم، بفرمایید. من عرض کنم که گفتم که ما در ایام کودکی 7-8 ساله بودم که پدرم ما رو برداشت برد به جوادیه در جنوب تهران و ما 10 سالی در جوادیه زندگی کردیم و عرض کنم که مثلا 17 سالم بود که بالاخره تصمیم گرفتیم که برگردیم به خیابان امیریه و در یک چهارراه معزز سلطانی در اونجا هست و یک خیابان بالاتر از اون یک کوچه هست، من کوچه میرعلایی، و عرض کنم که اونجا خانه ای خریدند و ما منتقل شدیم اونجا و این مصادف بود با سال آخر دبیرستان من. 19 سالم بود، میرفتم دبیرستان مروی و رشته ریاضی درس میخوندم. خب وقتی در این کوچه ساکن شدیم
شروع کردیم با بچه های همسن و سال خودمون آشنا شدن و رفیق شدن و غیره، و یک گروه خیلی جالبی بودیم با همدیگه، دور همدیگه بودیم، و از جمله یکیش این غلام حسین زاکری بود که یه دو سالی هم از من کوچکتر بود. و عرض کنم که خانوادهشون خانواده بسیار خوب و محترمی بودن، به خصوص پدرش که شخصیت فریخته بود و رئیس دفتر دانشکده ادبیات تهران بود، و غلام بود و دوتا خواهرش. و وقتی که این آقای زاکری بزرگ فهمید که من انگلیسی بلدم، منو صدا کرد و از من خواهش کرد که به غلام و دوتا خواهرش من انگلیسی درس بدم. و من هفته یکی دو روز عصر میرفتم، از این ور کوچه میرفتم اون ور کوچه خونه اونها و به اینها انگلیسی درس میدادم. من انگلیسی رو بسیار دوست میداشتم، خیلی بچه بودم، شاید مثلا 8 سال 9 سالم بود که پدرم برای من یک خودآموز انگلیسی خرید و من شروع کردم تاتی تاتی کنون از طریق اون خودآموز انگلیسی رو یاد گرفتم. پدرم معتقد بودش که در دورانی که ما داریم زندگی میکنیم، اگر کسی انگلیسی ندونه یا زبان خارجی ندونه ول معطله، و اصرار داشتش که ما یاد بگیریم. خواهر بزرگتر من مینو هم شوهرش منوچهر ملک محمدی نام داشت و او دبیر دبیرستان بود، در رشته انگلیسی درس میداد. و من وقتی که رفتم به دبیرستان، در دبیرستان ابو مسلم، او معلم انگلیسی ما بود و در نتیجه از او هم کمک میگرفتم برای اینکه زبان خودم رو تقویت بکنم. و اون موقع رویای من هم این بود که من باید برم نویسنده و مترجم بشم و برای کار هم باید برم دبیر انگلیسی دبیرستان بشم. این افق پرواز ذهن من بود. در نتیجه البته پدر من اصلا با این حرفایی که من میزدم موافق نبود، او معتقد بود من باید برم مهندس بشم، و به همین دلیل هم خیلی استقبال کرد که من رفتم رشته ریاضی و ادبیات رو در واقع کناری گذاشتم و به خواندن عرض کنم که ریاضیات پرداختم، و اعتقاد داشتش که من در کنکور دانشگاه باید شرکت کنم، و 3 تا دانشکده رو تعیین کرده بود که یکی دانشکده فنی بود، یکی دانشکده علوم بود، یکی هم دانشکده معماری یا در رشته معماری در دانشکده هنرهای زیبا. اما من اصلا جز معماری که کمی وسوسه‌ام میکرد، از دانشکده فنی و علوم هیچ خوشم نمیامد و مصمم بودم که من باید برم در رشته انگلیسی دانشکده ادبیات اونجا درس بخونم، ولی به پدرم چیزی نمیگفتم. و در نتیجه وقتی که دیپلممون رو گرفتیم، که اونم خب خودش شکایتی داشت دیگه، اون موقع عرض کنم یه قصه شاید جالبی باشه براتون بگم، که یه رفیقی داشتم در همون دبیرستان مروی به نام فیفایی، و من و او دوچرخه‌مون سوار می شدیم، شبها می رفتیم خیابون کاخ، همون سر خیابون کاخ از شارزا که واردش می شدیم یه کوچه بود و یک تیر چراغ برقی، و ما زیر اون تیر چراغ برق پتو پر می کردیم و می شستیم درس خوندن و مسائل رو حل و فصل کردن، که اتفاقا اون توی اون کوچه خونه خانم خاطره پروانه بود یادمه. باری وقتی که ما امتحان ها رو می دادیم، خب فرداش دیگه امتحان داده بودیم و تموم شده بود، ارتباط هایی که دانش آموزا با هم داشتن قطع می شدش. بنابراین من دیگه این آقای فیفایی رو ندیدم تا 4 سال 5 سال بعد که من کارمند سازمان برنامه شده بودم، و یه روز که پشت میزم نشسته بودم داشتم کار میکردم، در وا شد، فیفایی آمد تو. آمد تو سلام و علیک و حرفا و صندلی بغل دست من نشست و به من گفت راستی تو اون مسئله چهارومیه رو چجوری حل کردی؟ من رفتم و خب پدرم من رو وادار کرد، من در همه این کنکور این دانشکده ها من اسم نوشتم. اون موقع کنکور اینطوری بود که شما میتونستی تعداد دانشکده رو انتخاب بکنید اسم نویسید، اما سر هیچ کدوم از این کنکورها امتحاناتی که میرفتن
دلم راضی نبود که بنویسم جواب اگرم بلد می بودم، چون یقین داشتم که من انگلیسیم خوبه و میرم به دانشکده ادبیات و ادبیات انگلیسی میخونم. تا اینکه اتفاقا همه اون رشته هایی که یعنی اون سه رشته دیگر که اسم نوشته بودم اینا رو قبول نشدم، خودم میدونستم که قبول نمیشم. و آخرین کنکوری که باید امتحان میدادم کنکور زبان انگلیسی بود. من با یک اطمینان و غروری رفتم عرض کنم که سر آزمون کنکور نشستیم و ورقه ها رو پخش کردند و من دیدم عجب ساده است. مثلا من عرض در عرض 10 دقیقه رو میتونم کل این سوالات رو جواب بدم و اون انشایی هم که خواسته بودن بنویسم. بنابراین به سرعت شروع کردم کار کردن و تقریبا در عرض یه رو جواب رو دادم و شروع کردم دفتر و دستک رو جمع کردن که تحویل بدم ورقه رو و از سالون بیام بیرون. حالا مثلا 3 ساعت قرار بودش که این آزمون طول بکشه. همچی که داشتم جمع میکردم یک دختر خانومی جلوی من نشسته بود برگشت به من گفتش که آقا مثلا اون جمله چی میشه؟ حالا یادم نمیاد سوالش چی. هی شروع کرد از من سوال کردن و من گفتم خانم ما اینجا آمدیم کنکور بدیم، من نمیتونم اینجوری جواب بدم. همین حرف رو که زدم این مأمور کنکور که قدم میزد توی اون راه رو آمد جلوی منو یک مداد قرمز دستش بود، یک ضرب در کشید روی ورقه من و گفته شما تقلب کردید و بفرمایید برید. عجب. و با این ضرب در تمام رویاهای من رو عجب. این آدم به هم ریخت. یعنی تمام اون دانشکده های دیگری که رد شده بودم و حالا باید میرفتم سربازی و بعدش دیگه معلوم نبود که چه خواهد شد. واقعا دنیام تیر و تار شد. از دانشگاه آمدم بیرون و پیاده آمدم تا سر چهارراه پهلوی، اونجا اتوبوس خط 9 میرفت تا راهن، سوار اون شدم و در عرض کنم که سر امیریه هم پیاده شدم و همینطور دلخور و نگران و عشق احتمالا در چشمام جمع شده بود رسیدم سر کوچه علایی و دیدم که غلام حسین زاکری اونجا ایستاده. سلام علیکی کردیم و اون متوجه حال من شد، گفت چته؟ من جریان رو برای شرط دادم، گفتم که یه همچین اتفاقی برای من افتاد و دیگه زندگی من تیر و تار شد. گفتش نه آقا باید یه کاری کرد، اینجوری نمیشه، تو اینم انگلیسیت خوب بود، به ماها درس انگلیسی میدادی، تقلب یعنی چی؟ برگردیم بریم دانشکده ادبیات. عرض کردم که پدرش رئیس دفتر دانشکده ادبیات و ما دو مرتبه سوار خط اتوبوس شدیم و رفتیم چهارراه پهلوی و پیاده تا شهرزاد رو طی کردیم تا دانشگاه و رفتیم تو دانشکده ادبیات، رفتیم دفتر پدر او. پدر اونم که خب منو میشناخت و محبت داشت خیلی خوش آمد گفت و این حرفا و غلام برای شرط داد که چه اتفاقی افتاده. اون گفت عجب 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 و دست منو گرفت و رفتیم و پله‌ها بالا، طبقه بالا از اون سالونی که امتحانات بود، به من گفت کی این کارو کرده؟ منم اون شخصی رو که ناظر بود گفتم ایشون ضرب در کشید تو ورقه من. این رفت به اون ناظر گفتش که آقا من این جوان رو میشناسم، این انگلیسیش خوبه، این معلم بچه های منه و اینکه حرفی زده به اون خانوم به خاطر این بوده که اون خانوم از ایشون سوالات میکرده، این گفته که من نمیتونم به سوالات شما جواب بدم، این تقلبی نیاز نداشته که بکنه. خلاصه چونه ای زدند و بالاخره اون آقا موافقت کرد که این زرده رو از روی برای ما برده. خدا به در شخوا. و به این ترتیب 2-3 روز بعد که با بچه های کوچه علایی ایستاده بودیم سر کوچه با هم گپ می زدیم، روزنامه فروش که آمد روزنامه اطلاعات آورد ما لیست کسانی که در کنکور رشته ادبیات انگلیسی قبول شده بودن رو منتشر کرده بود. من باز کردم دیدم که نفر 7-8 کنکور شدن. ترتیب عرض کنم که ما شدیم دانشجوی دانشکده. یعنی اگر اون روز من آمده بودم سر کوچه و غلام اونجا نایستاده بود معلوم نبود که زندگی من چه خواهد شد، به کجا خواهد شد. من میدونم چی میشد، چریک میشدی. اصلا میگرسی دستتون استعداد اونم
حق دارید، نه حق هم داشتید اگه هر کاری میکردید. عزا گرفته بودم برای این که من ببرن سربازی چی کار بکنم، برای که اصلا همچین استعدادی رو در خودم نمیدیدم که بتونم برم. مثلا پدرم البته یکی از پیشنهاداتش هم این بودش که برم امتحان دانشکده افسری رو بدم و افسر بشم، که اون امتحانش خیلی زودتر از این بقیه بود. خیلی هم به خیر گذشته. اما اون روز که رفتیم امتحان بدیم، عرض کنم که این یه سرهنگی بود، یه چیزی بود، آمد و گفتش که شماره یک قلم ها به دست، شماره دو بنویسید، شماره سه قلم ها رو بزنید زمین. اصلا این به طبیعت من نمیخورد فلانی حرفا، و منم قلمم گذاشته و در آمدم بیرون و اون رو از سر گذروندیم. ولی این تیکه که تمام امید من بهش بسته شده بود، یه مرتبه با یه زردر داشت شبه میرفت و غلام اون وسط پیدا شد و این مسئله رو برای من حل کردش. به این ترتیب ما دانشجوی دانشکده ادبیات تهران در رشته زبان انگلیسی شدیم، که در اونجا البته من مفصل در برنامه های شما شرح دادم که چگونه ما همدیگر رو پیدا کردیم اونجا، مهداد صمدی، نادر ابراهیمی، سپانلو، ناصر شاهین‌پر و بسیاران دیگر، که بعدا این مجموعه در واقع کلید اون چیزی رو که به نام موج نو معروف شد زدند، هم در شعر، هم در قصه نویسی، هم در نمایشنامه‌نویسی و غیره، که اون گفته همون گذشته است. فضای سیاسی دانشگاه از چه قرار بود اون زمان؟ فضای سیاسی عرض کنم که چند مرحله، من سه سال خب اونجا دانشکده ادبیات که میرفتم، در اون سه سال عرض کنم که فضا خیلی تغییر کرد. یعنی اول که ما رفتیم دانشکده درست یک محیط بسیار شدید عرض کنم که سیاسی بود. یادمه گفتم، چند باری رو گفتم که مثلا صبح که می‌رفتیم دانشکده تمام خیابون پر بود از بچه‌ها که داشتن، سال 1340 هستا، و بچه‌ها داشتن تظاهرات می‌کردن. این حرفا که من اولین بار عرض کنم که خانم پروانه فروهر رو در این تظاهرات شناختم و بعدم البته نادر ابراهیمی ما رو به هم دیگه معرفی کرد و غیره. و شعارشون چی بود؟ چی می‌خواستن اون زمان تو این تظاهرات؟ صنفی بود؟ سیاسی بود؟ تغییر رژیم رو میخواستن؟ چی رو میخواستن؟ واقعا نمیشد تشخیص داد. من یادمه یکی از اتفاقاتی که در همین تظاهرات افتاد که خیلی چشم من رو به سوی معنای شعر باز کرد، این بود که به روز که رفتم دانشکده دیدم جلوی دانشکده و نهای زیبا شلوغه و خانم پروانه فروهر یا پروانه اسکندری، اون موقع زن فروهر نشده بود، این رفته بالای پله ها ایستاده و یه دونه از این بلنگو دسته یا دستش گرفته و میگه که اگر غم لشکر انگیزد که خون عاشقان ریزد، من و ساقی به هم سازیم و بنیادش براندازیم. همه شروع کردن که هم زدن هورا و فلانی حرفا و من دیدم که وقتی که، یعنی شعر وقتی که بی زمان میشه اینجوری میشه که یه بابایی تو شیراز نشسته این خط رو گفته، حالا در سال 1340 تو دانشکده ادبیات این تبدیل به یک شعار سیاسی شده و همه بچه هایی که تو اون خیابون ایستاده ان هم معنی غم رو میدونن چیه، که اگر غم لشکر انگیزد، بعد معنای عاشقان رو میدونن که خون عاشقان ریزد، من و ساقی به هم سازیم. حالا ساقی کیه چیه؟ لابد حزب کمونیست یه چیزی برها باید معنی کرد دیگه. میخوام بگم این ابهامی که در شعر هستش موجب میشه که شعر از زمان مندی بیاد بیرون و عرض کنم که قابل معنا گرفتن های مختلفی در طول زمان بشه، همیشه معاصر بشه. بله، معاصر، بروز بشه، همیشه معاصر، همیشه بروز بشه. عرض کنم دوستون که و اون سالی بودش که دانشگاه خیلی شلوغ بود، حتی نادر ابراهیمی یک قصه داره راجع به اون روزها به نام باد باد مهرگان که خیلی قصه قشنگیه. مهرگان رو از بابت اینکه
سال تحصیلی آغاز میشه، ولی این سال تحصیلیه که باد عجیبی درش میوزه و این حرفا. به هر حال ما یه دو ماهی بود که میرفتیم دانشکده، یک روز که بنده از همون چهارراه پهلوی داشتم میرفتم طرف دانشگاه، دیدم که دانشجوها دارن به طرف من میدون. پرسیدم چی شده؟ گفتن که نظامی ها ریختن تو دانشگاه. و خب دانشگاه از اون به بعد برای یه دو سه ماهی تعطیل شد. حالا ما سال اول دانشگاه ادبیات رفتیم ولی دانشگاه اصلا تعطیل شد. و وقتی که بعد دیگه داستان ها میشنیدیم که سربازا رفتن نمیدونم دخترا رو از بالای سقف دانشگاه انداختن پایین نمیدونم تیاره. و بالاخره وقتی که دانشگاه باز شد که تقریبا میشه گفت نزدیکای عید 1341 بود، وقتی که ما رفتیم دیدیم که هنوز روی برخی از شیشه های دانشگاه ها به خصوص دانشگاه حقوق جای گلوله است. چند جا روی پله های باشگاه دانشگاه تهران که زیر دانشگاه حقوق بود جای تیری که خورده بود به پله ها وجود داشتش. به هر حال مجموعاً یه همچی فضایی بود. اما به محضی که ما وارد سال 41 شدیم و زمزمه عرض کنم که اصلاحات ارضی و انقلاب شاه و مردم و این حرفا مطرح شد و در مقابلش خمینی موضع‌گیری کرد و بعد اون پیراهن سیاه ها آمدن و 15 خرداد شد، توی دانشگاه به طور اعجاب آوری من می دیدم که سعی می کنند که دانشگاهی، حالا من قسمت عرض کنم که فنی رو زیاد باش آشنا نبودم، چون اگه خاطرتون باشه این دانشگاه که محوطه مستطیل شکلیه در یک طرف شرقیش دانشکده ادبیات بود، در طرف غربیش دانشکده فنی. ما زیاد اونوری نمی رفتیم، بیشتر بین دانشکده های علوم بخشید دانشکده هنرهای زیبا و ادبیات ارتباط برقرار بود. و این طرف دست راست که دانشکده هنرهای زیبا و ادبیات بود، همه سعی می کردن که از پیراهن سیاهای خمینی و این حرفا خودشون کنار بکشن، در حالی که در طرف اون خیابان 21 آذر که دانشکده حقوق و دانشکده فنی و اینها بودن، در اونجا خیلی طرفداران خمینی و این حرفا به چشم می‌خوردن. و برای من جالب بود که سالها بعد وقتی که در اون داستانی که براتون گفتم که آقای تیمسار مقدم ما رو دعوت کرد به دفترش که راجع به کانون نویسندگان با ما صحبت بکنه، یه سوالی که کرد این بودش که شما به من بگید که چرا همه اعتصابات و تعطیلی دانشگاه و این حرفا در قسمت فنی و پزشکی میفته ولی کسی دانشگاه ادبیات و هنرهای زیبا رو تعطیل نمیکنه؟ که ما گفتیم که خب نمیدونیم چیه. گفت به خاطر اینکه اون بیگانگان، حالا اون موقع ما یه سری دشمن داشتیم دیگه، بیگانگان نمیخواهند که ایران از لحاظ پزشکی و عرض کنم مهندسی و این حرفا ترقی کنه و همچنان علاقمندند که در حوزه شعر و شاعری بمونه. به هر این یه مرتبه اون روز در عرض کنم که دفتر تیمسار مقدم تو ذهن من این جرقه زد که راست میگفتا، این طرف راست دانشگاه با طرف چپ دانشگاه کاملا فرق میکنه، سیاسی مختلفی داشت. خب این 15 خرداد که فرمودید و خمینی، روی خود شما و این دوستان و نزدیکانی که اسامیشون رو بودید، نادر ابراهیمی، بهرام، به رو تک تک شما چه تأثیری گذاشت؟ شما مثلا سپانلو شما رو مجذوب کرده بود، جذب کرد، یعنی به هیچ وجه، به هیچ وجه، به هیچ وجه. عرض کنم هیچ کدام از شما، هیچ کدام، من یادم نمیاد که کسی بین ما طرفدار خمینی و پیراهن سیاه باشه. یعنی ما اونا رو یه مش لات و لوتی میدیدیم که همطور چوب دستشون گرفته بودن و نمیدونم فریاد میزدن و پرچم سیاه برده بودن بالا و واقعا نیروهای قرون وسطایی به چشم ما میخوردن. یعنی شبیه داعش امروز بودن دیگه، نیست؟ من اینطور فکر میکنم، واقعا یه هیبت ترسانندهی داشتن. البته توجه بکنید که اغلب ماها که با هم دیگه دوست شده بودیم از دل عرض کنم که دفتر علم و زندگی زندیات خلیل ملکی اومده بودیم بیرون.
نیرو سوم و خلیل ملکی که خب حالا اون خودش داستان دیگه ای داره که چگونه رفت و حزب توده و چگونه از حزب توده آمد بیرون و نیروی سوم درست کرد، در اون سالها بسیار طرفدار اصلاحاتی بود که شاه میخواست انجام بده. حتی این ریسک رو کرد که تقاضا ملاقات کرد و رفت شاه رو دید و گفته میشد که برخی از این مواد انقلاب شاه و سفید رو انقلاب سفید شاه و مردم رو ملکی به شاه تلقین کرده بود و به همین دلیلم بلافاصله بعد از اون ملاقات مورد حمله بسیار شدید حزب توده و رادیو مشکو، هر شب فوشه هرچی از دهنش در می آمد، خائنه، نمیدونم نوکر امپریالیسم و حرفا، به خلیل ملکی میداده. اما خلیل ملکی کسی بود که به نظر من یه نسلی رو تربیت کرد که از اکستریمیزم، از افراطیگری بپرهیزند و فکر میکردش که میشود در ظل قانون اساسی مشروطیت رژیم رو اصلاح کرد. فرق اصلاح طلبی امروز با اصلاح طلبی که خلیل ملکی ازش صحبت میکرد این بود که اون روز ما یک قانون اساسی داشتیم که منهای متممش که هیچ وقت اجرا هم نشده بود به فی نفسه یک قانون اساسی سکولار دموکرات بود و بنابراین میشد که عرض کنم که با عدورهایی که ازش شده بود مبارزه کرد، اون رو برگردون سر جای خودش و قانون اساسی مشروطیت رو زنده کرد. در حالی که امروز مشکل اصلی ما خود قانون اساسی حکومت اسلامیه و این اصلاح طلبا هم که توان این رو ندارن که قانون اساسی رو عوض بکنن. حد اکثرش اینه که میاین میگوین که مثلا مواد مخفوله قانون اساسی را زنده کنید، مهندس موسوی میگه، اما اون مواد اصلی قانون اساسی که در صدرشون هم نوشته شده که این مواد یعنی ابتنای به شریعت و توزیع المسائل و فلانی حرفا، اینها تا زمان ظهور امام غایب برقرار خواهد بود و قابل تغییر نیست. بنابراین اصلاح طلبان امروز در واقع آب در هونگ میکوبند، در حالی که اصلاح طلبی در زمانی که قانون اساسی ما قانون اساسی مشروطیت بود معنا داشت و میتونست اتفاق بیفته. خلیل ملکی هم با همین تصور پیش میرفتش و در نتیجه لااقل در جمع ما هیچ گونه تمایلی نسبت به خمینی و پیرهن سیاه ها و مذهبیون و آیت الله ها و نمیدونن مهندس بازرگان و نهضت آزادی و این حرفا وجود نداشتش. من یاد ندارم که کسی از دوستان ما مثلا رفته باشه عضو نهضت آزادی شده باشه. تشکر، خیلی سپاسگزارم آقای دکتر اسماعیل نوری الله عزیز از اینکه خاطراتون با ما قسمت کردید. تا برنامه آینده خیلی ممنونم، خداحافظ شما. امیر جان تشکر میکنم، امیر درخشان، امیران ارجمندم. پرسش اگه داشته باشید میتونید از طریق فیسبوک تلویزیون ایران فردا حتما رو با ما در میان بگذارید، با دوستان ارجمند اونا رو مطرح خواهیم کرد. ای دل اگر عاشقی در پی دلدار باش.